به خبرهای اقتصادی این ساعت خوش آمدید. سنگ تداب مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فرا به زمین گذاشته شد. مقامهای محلی در این ولایت میگویند این ساختمان در سایه یک جریب زمین در دو طبقه به صورت پخته و اساسی ساخته خواهد شد. سرپرست ولایت فرا میگوید با ساخت این تعمیر مشکلات بسیاری از اطفال در مرکز اصلاح و تربیت این ولایت برطرف خواهد شد. این ساختمان 39 میلیون افغانی هزینه دارد. سنگ تهداب مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فراه با حضور مقامهای محلی این ولایت به زمین گذاشته شد. مقامهای محلی در فراه میگویند در گذشته مرکز اصلاح و تربیت اطفال در این ولایت در یک ساختمان کرایه‌ای فعالیت داشت که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. محمد عمر شیرزاد سرپرست ولایت فراه میگوید امیدوار است که این ساختمان با کیفیتی که در قرارداد ذکر شده ساخته و در زمان معین آن در اختیار اطفال این مرکز قرار داده شود. موږ په فراه ولایت کې د کوچنیانو د اصلاح او روزنې د تعمیر د ودانۍ د تاداب ډبره ایږدو چې دا پروژه به په اتلسو میاشتو کې سرته رسیږي او د دې پروژې دپاره 9 میلیون افغانۍ تخصیص ورکول سوی دي چې قرارداد یې په 9 میلیون افغانۍ باندې سوی دي. امیدوار یو چې دا پروژه په ښه کیفیت او په خپل وخت او زمان کې سرته ورسیږي. و گفته آقای شیرزاد این ساختمان در زمینی به مساحت یک جریب ساخته خواهد شد که تمام نیازهای مرکز اصلاح و تربیت در آن در نظر گرفته شده است. سرپرست ولایت فراه میگوید این ساختمان در دو طبقه به صورت پخته و اساسی از بودجه انکشافی وزارت عدلیه کشور ساخته خواهد شد و این هزینه ساخت این ساختمان دو طبقه را 39 میلیون افغانی عنوان کرد. سرپرست ولایت فراه اظهار امیدواری کرد که پس از این برنامه‌های بزرگتری برای بازسازی در ولایت فراه روی دست گرفته شود. قرار است ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فراه در ظرف 18 ماه تکمیل و به بهره برداری برسد. فراه از ولایاتی است که تاکنون انکشاف چندانی در بازسازی نداشته و بارها باشندگان و نمایندگان این ولایت در پارلمان و مجلس سنا نیز مسئولان مرکزی را در خصوص بی‌توجهی به انکشاف این ولایت مورد انتقاد شدید قرار